أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی است آیات نورانی سوره واقعه رو مطرح میکنیم. دیشب اشاره کردیم که در اون تقسیمی که خداوند سبحان در مورد آدمیان مطرح میکند که شما جماعت سه گروه خواهید بود در آستانه قیامت. گروهی که اون موفقان پیروزند، پیشتازان، جلوداران، رفتند یاران، چابک سواران، اون گروهی که به مجرد شنیدن و دیدن حق لبیک خودشون رو گفتند و هیچ دفع الوقت نکردند، از تمام فرصت و عمر هم استفاده کردند. این گروه پیشتاز از سابقون از سابقونند. گروه دوم کسانی که بالاخره در وادی قرار گرفتند، مسیر رو تشخیص دادند، اون نقاط مثبت وجود خودشون رو رجحان و برتری دادند و به اون ایمان و باور آوردند و مرد میدان عمل شدند، اصحاب المیمنه. و اون گروه نامبارکی که متاسفانه مغلوب شقاء و زشتی ها و بدی ها و رذالت ها شدند. این اصحاب المشأمه شومی هستند که عاقبت اونها رو هم خداوند بازگو می کند و جایگاهشون رو. اونگاه شروع کرد حضرت باری تعالی در وضعیت از سابقون، اون پیشتازان چه جایگاهی رو خواهند داشت، چه موقعیتی در انتظار این هاست. قسمت هایی رو اشاره کردیم از اون جایگاه رفیع و با کرامتی که در انتظار این هاست به اینها حرمت نهاده می شود. بنده مصرم در این جهت خدمت عزیزان در این نوع مباحث که گفتگوی بهشت می شود که این رو هیچگاه فراموش نکنیم. اون چه خداوند به عنوان جلوات و جلوه های بهشت به نمایش می گذارد یه بازتاب و انعکاس اون چیزی است که در امروز دنیا می بینیم. یعنی اگر خداوند سبحان می گوید مقربون بالا نشینند، اینها کسانی هستند که فرمان خداوند و حکم خدا را همیشه در زندگی بالا نشاندند. اینها اگر کسانی هستند که تقابل دارند در بهشت، دیشب خواندیم علل اعرائی که بر اریکه ها تکیه میزنند و متقابلینند، اینها کسانی هستند که در دنیا تقابل داشتند، کینه ها رو، نخوت ها رو، بدبینی ها رو نسبت به آدمیان از دلهاشون شستند و دور ریختند در همین دنیا که بازتاب اون آنیست که خداوند به نمایش میگذارد. این رو در قسمت های بعدی امشب شبهای آینده باز خواهید دید و ملاحظه میکنید و بررسی خواهیم کرد که بسیار مهم است این نکته جدی. اونگاه فرمود اینها نوشانده میشوند از نوشیدنی که اون نوشیدنی صدا ندارد، اون سرگیجه ها و دردسرهای اهل دنیا رو نداره، مانند اون چه به حرام و به ناپاکی و پلشتی جماعتی میخورند. اون کسر شخصیت رو از جهت عقلی و رفتاری نمی آورد، بلکه این بهترین، گواراترین، نابترین نوشیدنی از دست ساقی بزرگ وجود و خداوند سبحان است که سقاهم ربهم شرابا طهورا. اما از اون چه امشب شروع میکنیم، به دنبال اون فرمود و فاکهت مما یتخیرون، در انتظار این هاست، برای اینها مهیا میشود در پذیرایی خداوندی فاکهی از اون چه اینها اختیار میکنند و اینها برمیگزینند و گزینش میکنند.
استهزار دارید فاکه از ماده فکه می آید. فاکه یعنی میوه، اما لغت فکه در کلام عرب به معنای چیزی است که موجب انبساط خاطر می شود، یه تراوت روح به انسان می دهد، یه شادی دست می دهد به انسان، اون مطالب شیرینی که انسان می شنود و لبخندی، یه گلواژه یه لبخندی بر لب نقش می بندد، اینها رو فکاهی می گویند. میوه رو که فاکهه می گویند به همین خاطر است، چون یه تراوتی در وجود انسان می آورد. خب بالاخره اون قند بسیط سادهی که در میوه وجود دارد، اون مواد فیبری که در خیلی از میوه ها وجود دارد، اینا موجب تراوت اینجا، اونها موجب یه تازگی در وجود انسان می شود و یه شادابی به انسان می بخشد. به همین خاطر به میوه فاکهه گفته می شود. فرمود و فاکهت ممایت خیرون، برای اینها فاکهه هست، اما بر اساس سفارش خودشون. تا چه سفارش بدند، تا چه انتخاب کنند و اختیار اینها باشد، هر آن چه بخواهند، هر رنگ و هر نوع و هر شکل و هر ماده و صنفی برای اینها مهیاست، میگزینند و انتخاب میکنند. به دنبال اون و لحم طیر مما یشتهون، بعد از اون میوه اونگاه نوبت غذا اصلی میشود. پیش غذا در اینجا پیشنهاد خداوند چیه؟ میوه است. این پیشنهاد پیش قضاست در قرآن. استهزار دارید در آداب قضا در اسلام همین رو داریم در دنیا، همین صفت بهشتیان رو، یعنی توصیه میشه تفکهو قبل الطعام و بعده، میوه رو قبل از قضا نوش جان کنید و میل کنید. این در توصیه های روایی ما از طریق اهل بیت است. تأثیر میوه قبل از قضا در گوارش بسیار زیاد است و یه تعدیبی هم در اشتهای ایجاد می کند. لذا پیشنهاد میشه که قبل از قضا به میوه بپردازید. این توصیه بهشتیان است، رویه اهل بهشت است. به دنبال اون نوبت قضا و لحم تیرن، گوشت تیر و پرندگان رو، مما یشتهون، هر اون چه اینها اشتهای اون دارن. تعبیر لطیفی است. در مورد میوه فرمود انتخاب می کنند، اما در مورد قضا اشتها رو مطرح کرد. باید کاملا هماهنگی با اشتها و میل و نیاز بدن باشد. این هم خیلی زیباست. باز می دانید عزیزان در آداب تغذیه در اسلام این سفارش جدی است که همیشه قضا رو با اشتها و میل خودتون هماهنگ کنید. کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی، هنگامی که اشتهای شماست بر سر سفره بنشینید و الا به تعارف سر سفره ننشینید. هنگامی که اشتها ندارید نخورید. اصلا اون چیزهایی رو که کشش ندارید و اشتهای شما به اون نیست، میل شما به اون نیست، بدانید چندان خاصیت زیادی هم برای شما نخواهد داشت. این در به اصطلاح گزارش تغذیه در اسلام در روایات ما کاملا دیده می شود. در اینجا هم در مورد بهشتیان فرمود و لحم طیر مما یشتهون، این پیشتازان و سابقون چنین موقعیتی رو دارند، اون چه اشتها می کنند و کشش اینهاست برای اینها مهیاست. خب تا اینجا یه فازی از نعمت ها مطرح شده است. دیشب پایان عرایض اشاره کردم، یه جمله رو تکرار میکنم و بعد دیگه این مطالب چون بعد هم میاد در مورد اصحاب المیمنه بسیار جدی است. استهزار داشته باشید که گاهی گفته این نعمت های بهشت رو خداوند در سه سطح در قرآن مطرح میکند. یه سطح از نعمت‌های بهشت همان چیزهایی است که ما در دنیا لمس می‌کنیم و لذت جسمی از آن می‌بریم. لذت وجودی ما در اینها تأمین می‌شود. خداوند عالی‌ترین، بهترین، ناب‌ترین نعمت‌ها رو با همین ذهنیت‌هایی که ما داریم، نه اینها و او تو بهی متشابها، یه چیزی که شبیه باشه، یعنی ذهنیت داشته باشیم، از ناب‌ترین و عالی‌ترین نعمت‌ها در اختیار ما می‌نهد و قرار می‌دهد. این فاز اول نعمت‌های بهشتی است، یعنی نعمت‌هایی که جنبه نعیم مادی دارد، جسمی دارد. این یه سطح اول از نعمت‌هاست. اونگاه سخن فراتر میاد. حضرت باری تعالی به نعمت‌های اشاره می‌کند که اینها ممکنه مشترک بین جسم هم باشد، اما تکیه بر روح دارد. یعنی هم لذت‌ها و نعمت‌های جسمی است، جسمانی است، هم روحانی است. هر دو رو با هم تأمین می‌کند. دو نیاز رو کنار هم می‌گذارد.
خداوند سبحان. این مرحله دوم نعمت‌های بهشت است. هم روح سیراب و شاداب است، هم جسم سرشار و بانشات است بر اساس این نعمت‌ها. در مرحله سوم و گام بعدی نوبت یه نعمت‌هایی می‌شود که دیگه اینها نه در دنیا یافت می‌شود، نه اینها رو دیده‌ایم، نه شنیده‌ایم. یه گام فراتر بروید، حتی تصور آن هم برای ما آدمیان مشکل و دشوار است. نعمت‌هایی است که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نه چشمی دیده است و نه گوشی شنیده است، نه بر قلب ما خطور می‌کند. یعنی اصلا تصور و نعمت‌ها را نداریم. ما نمی‌دانیم سلام قولا من رب الرحیم چیست. این سلامی که هر صبح و شام چو بوی خوش آشنایی بر قلب و دل اهل ایمان در بهشت می آید، ما نمی دانیم این سلام چیست که مستقیم از سوی خدا می آید، هیچ واسطه ای ندارد، هیچ نبی و وصی و پیغمبری در این بین نیست، فقط اوست و ما که این سلام بر دلها می نشیند. و ده ها جور دیگر از نعمت هایی که اصلا تصور اون رو ما نمی توانیم در دنیا داشته باشیم. پس استهزار دارید، ما در سه ساعت نعمت های بهش رو می بینیم. اگر ملاحظه فرمودید صحبت فاکهه رو مطرح کرد، خداوند رحمته ای رو گفت، اباریق رو گفتیم، کاس ها پیمانه ها رو گفتیم، این یه سطح از نعمت است. حالا یه پله بالاتر میاد و هورون عینون که امثال لؤلؤ المکنون، و خداوند روزی این جماعت میکند و هورون عین. این مرحله دوم یعنی چه؟ استهزار دارید، وجود انسان ذاتن چنین است که و خلقناکم ازواجا، خداوند در ذات آدمیان یه نیمه دیگری قرار داده است، نیمه دوم وجودی هر انسان جفت اوست از جنس مخالف. قاعده زوجیت در وجود انسان اصل حاکم است، در وجود اصل حاکم است، در جان ما آدمیان تجلی بیشتری دارد. هر وجود انسانی چنین تدوین شده است در نظام الهی که یه بخش‌هایی از شخصیت او باید با زوجیت تکمیل شود. یه خلوت خانه‌هایی است در جان هر انسان که زوج این خلوت‌ها رو پر می‌کند. این قانون خلقت و آفرینش الهی است. هنگامی که این زوجیت دست می‌دهد، اون آرامش می‌آید، اون تکمیل و تکامل می‌آید. اگر در مسیر و جایگاه خودش دقیقاً قرار بگیرد، این قانون خداوندی است و جریان خلقت حکمی است که در دنیا جاری است و در قیامت هم جاری است. اون لذت روحی به دست آمده از همان مصاحبت، همدمی با زوج موافق، همان که گاه گفته این جانا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. خداوند سبحان در این قسمت دوم این رو اشاره می کند. اینها نعمت دارند از این نوع دوم، نعمت هایی که روح اینها کاملا لذت از اون می برد. ازواج، ازواج. منتها من همینجا باز عرض می کنم، اینو در اصحاب المیمنه هم میاد، یه قسمت هایی رو باید کمیشو اینجا بگیم، کمی در قسمت بعدی که با هم تکمیل شود. اما استهزار داشته باشید، وقتی بحث ازواج در قرآن مطرح می شود، ما در قرآن کریم زوج و زوجه نداریم عزیزان. دیشب سوالی بود که دوست محترمی هم در پایان مطالب داشتن که مربوط به بحث امشب است. ما در قرآن کریم کلمه زوج و زوجه یعنی با تای تأنیث نداریم. اون چه در قرآن وجود دارد زوج است. به زن هم زوج گفته می شود، به شوی هم زوج گفته می شود. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، جناب آدم شما و زوجتون برید تو بهش، نه زوجتون. اینجا زوجه خداوند نگفت. کلمه ازواج وقتی در قرآن کریم مطرح می شود، هم زن درون اون دیده می شود، هم مرد. دیگه جنسیت اینجا وجود ندارد. اون که مهم است اون تکمیل و اون کلیت، این دو در کنار یکدیگر میشه زوج. از نعمت‌های مهم بهشت ازواج است. با همین تکیه‌ای که اشاره کردم، با تکمیل، با جفت شدن، با امنیت و آرامش در وجود آمدن، این نعمت بزرگی است که خدای سبحان در بهشت به بهشتیان می‌دهد و می‌بخشد. دیگه اگر بحث ازواج است، نه زن در اون مطرح است، نه مرد. دیگه اینو گله نکنیم که بگیم ما خداوند سهم بانوان رو در بهشت مطرح کرده است یا مطرح نکرده است. هنگامی که هم و ازواج هم
هم علی الارائک یتکئون شد، هنگامی که بحث ازواج شد دیگه ازواج هم زن رو در بر میگیرد هم مردان رو، هم شامل بانوان است هم آیان رو در بر میگیرد. پس این نیست که مثلا به ذهن بیاید که خدا این سو رو گفته است و اون سو رو نگفته است، چنین تصوری نابجاست و صحیح نیست. البته این نکته قابل ذکر و قابل تأمل جدی است، به دلیل اون که جاذبه ها و زیبایی های وجود و لطافت وجودی بانوان بیشتر است، ممکنه خداوند به لحاظ بعض از خصوصیات انگشت بر بعض از زیبایی ها بگذارد، و الا بحث زوجیت هنگامی که مطرح شد دیگه کار تمام هست. مردان و زنان اون جفت خودشون رو، جفت حقیقی خودشون رو در اون عالم میابند و جفت میشوند با اون کسی که شایسته زوج شدن با او را دارند. حالا در اینجا نوبت این بحث است. منتها فرمود و حور و عین که امثال لؤلؤ المکنون. بر اساس همین قاعده‌ای که اشاره کردم، در میدان زوجیت خداوند اشاره می‌کند بر اون زیبایی‌هایی که ازواج بهش دارند. منتها هم جمال اینها می‌گوید، هم کمال اینها می‌گوید و هر دو رو با هم قرین و جفت می‌کند که با هم بررسی می‌کنیم. استعذار دارید که به هر تقدیر در جامعه ای که قرآن سخن میگوید، مخصوصا این حدیثی است که برای هر عصر و زمانی به کار می آید، اما در جامعه ای که در اون زمان قرآن سخن میگوید و محیط جغرافیایی نزول قرآن، باز این نکات جلوه بیشتری دارد و اینها رو بیشتر مردم درک می کنند. در یه جامعه ای که خب زیبایی بانوان چندان چشمگیر نیست، جلوه های زیبایی رو ندارند، خیلی اون به اصطلاح لطافت های ظاهری در وجود این زنان دیده نمی شود، خدای سبحان وقتی باز می کند پرده رو و اشاره می کند به اون زیبایی های ازواج عالم باقی، جلوه و جلال جور دیگری می شود. حورون، کلمه حور در لغت از ماده حوره می آید، جمع حورا است. کلمه حور به معنای سپیدی، به معنای سپیدی. از باب اینکه لغت نزدیک به ذهن باشد، این کلمه رو در مورد یاران حضرت عیسی شنیده اید. قال الحواریون جناب حواریون به عیسی گفتند که جناب عیسی ما آماده این، وقتی عیسی گفت من انصاری الله، کیست نصرت دهنده من به سوی خدا؟ حواریون گفتند ما آماده این در خدمت تو جناب عیسی هستیم. به یاران عیسی ابن مریم حواری میگویند. ادهی میگن چون اینها گازر بودند، رخت شوی بودند، جامه سپید می کردن. نه، ظاهرن سخن فراتر از این هاست. نه، اینها کسانی بودند که دلهای تاریک رو، دلهای کدر شده رو می شستند، پاکیزه می کردن و دلها رو سپید می کردن. به همین خاطر خداوند به اینها حواری گفت. نام یاران عیسی در تاریخ چنین باقی ماند، 12 مرد بزرگ به نام حواریون و اون شخصیت های نزدیک و صحابی خاص فرزند مریم. کلمه حور از این ماده میاد، سپیدی، حورون، سپید اندامان، اون زنانی که اینها بلورین تن و حورون عین. خب باز در زیبایی های وجودی آدمیان و ما انسان ها، عمده زیبایی انسان در چهره او طبیعی است. در زیبایی شناسی این رو بحث می کنن، در جای خودش مطرح می کنن اهل معنا و اهل اصطلاحش، که اون جلوه زیبایی وجودی انسان چشمان آدمی است. یعنی در صورت اون عضوی که بیشترین تأثیر رو دارد در ارتباط و تماس و گفت و شنود و محبت و بغض و کینه و عشق و جدایی و نزدیکی و وصل و فصل، نیست مگر چشمان ما. چشم انسان حاوی ارتباطات ویژه است و در صورت یه نقش مهم می دارد. یه چشم زیباست که صورت رو یه زیبایی خاصی می دهد. یه مختصری که در چشم مشکلاتی باشد، ممکنه حسنهای دیگر رو هم تحت تأثیر قرار بدهد. بالله یا زبیا تلقا قلنا لنا لیلای من کن ام لیلا من البشری، به تعبیر اون شاعر عرب که اگر پارسی گویم به چشمان سیه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. خود نقش چشم در صورت شگفت انگیز است. حقا خداوند بر همین عضو اشاره می کند. حورون، اینها ازواجی هستند که از جهت ظاهری دارای اندام متناسب و زیبا و چشمهای نافذ و بسیار زیبا. کلمه عین یعنی خوش چشم، یعنی اون کسی که چشم زیبا و نافذ و گیرایی دارد.
خب تا که این بحث مطرح شد و این جلوه های ظاهری اینها رو خداوند سبحان بازگو کرد و هور عینون فرمود که امثال لؤلؤ المکنون، اینها در اوج این زیبایی و جمالی که دارند مانند لؤلؤ مکنونند. کلمه لؤلؤ به اون در سپید شاهوار بسیار بی نظیر کم نظیر می گویند. اما سریعا صفت اون مطرح شد، المکنون. کلمه مکنون از ماده کنان میاد، کنان و کنه یعنی محفوظ کردن، پوشیده کردن و مستور کردن گوهری با ارزش. این نکته بسیار مهمی است دوستان عزیز، مخصوصا خطاب به بانوان بزرگوار عرض می کنم. خداوند هنگامی که زوج مقربون رو مطرح می کند، یعنی اون کسانی که لیاقت دارن با علی ابن ابی طالب ها زوج شوند، اون کسانی که لیاقت دارن با بندگان شایسته الهی همسر باشند، اینها شانه به شانه باشند، کسانی هستند اینها، ازواجی هستند که اینها در کنار اون جمال وافر و بی نظیری که دارند، عامل ارزش این جمالشان آن است که کمال رو هم وافر دارند. و این نکته بسیار مهمی است در قرآن. خداوند هنگامی که سیمای بانوان بهشت رو و ازواج بهشتی رو توصیف می کند، هر دو صفت در کنار هم می آیند. اون کمالی که در کنار اون مطرح می شود، جلوه اون جمال رو صدفزون می کند، صد چندان می کند. اگر این کمال برداشته شود، اون جمال به زوال می آید، اون هم ارزش و جایگاهی ندارد. اینها در اوج زیبایی که دارند، اما اون عفاف را، اما اون پوشیدگی را، اما اون سطح را، اما اون عفت درونی در وجود اینها موج می زند. در پاره از آیات دیگر می بینید وقت از باری تعالی اینها رو توصیفشون می کند هورون، اینها در اوج زیبایی، اما مقصوراتون فلخیام، اینها در نهایت عفاف، اینها در نهایت عفت، زیبایی و جمالی که خداوند سبحان به اینها داده است، این نه دام است، این نه ابزاری است، این نه وسیله است برای آشوب، نه وسیله است برای به هم زدن انضباط اخلاقی جامعه، انضباط اخلاقی محیط، بلکه این زیبایی که دارند عاملی است برای گرمابخشی، عاملی است برای اون حسن و شکوه بیشتر اون محیطی که در اون زندگی می کنند، اون محیطی که باید با ازواج خیش به سر برند. این رو حضرت باری تعالی در همه جای قرآن هنگامی که صفت زیبای این ازواج بهشتی رو مطرح می کند، سریعا متذکر می شود. و من عرض می کنم محضر مبارک عزیزان، اینها از همون نکاتی است که عرض کردم، از همون نکاتی است که باید دقت کرد. اگر کسی می خواهد پا به اون کوی جاودان بگذارد، اگر کسی می خواهد اون زیبایی های الهی رو در آغوش بگیرد، باید چنین باشد. یعنی چه در خصوص مردان چه در خصوص زنان، هنگامی که جمال قرین با کمال باشد، میشه روش حساب کرد. فرمود و هور عین که امثال لؤلؤ المکنون. خب تا اینجا یه گزارشی از این نعمت‌های خداوند بر این جماعت گفته شد، حالا یه کلمه اساسی مطرح می‌شود، جزاء بما کانوا یعملون. اون چه تا اینجا دیدیم و گفتیم، اگر اون نعمت‌های بزرگ است، اگر اون پذیرایی عظیم الهی است، اگر اون احترام و تکریمی است که در حق اینها گفته می‌شود، اگر این زوجهای موافق رو دارن که از نشستن با اینها لذت میبرند، از همدمی اینها اون آرامش و آسایش لازم در وجود این جماعت میآید، تمام اینها یه بازتابی است از اون چه در دنیا رنج عمل خود رو برخیش هموار کردن. جزاء بما کانوا یعملون، این نیست مگر پاداش و سزای اون که این جماعت در دنیا با آن عمل کردن و به زینت عمل آراسته شدن. همیشه تأکید کرده این خدمت عزیزان، وقتی به قرآن نگاه میکنید، اصالت عمل رو، یعنی اصل عمل جرایی رو اونچنان درشت و بزرگ میبینیم که واقعا تکان میدهد انسان را. هر کجا شما نام ایمان رو در قرآن میبینید، اصلا اون چه ایمان رو رو میکند، اون چه به ایمان جلوه میدهد، اون چه ایمان رو در صحنه زندگی میآورد، عمل است. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات.
یکی از ضعف‌های بزرگ جامعه اسلامی ما عزیزان همین است. این ضعف متاسفانه در وجود جامعه اسلامی است. حالا این از کی ایجاد شده است؟ این نبوده یه زمانی در میان مسلمانان، ریشه ها و علت های تاریخی دارد، ریشه ها و علت های اجتماعی دارد، ریشه ها و علل سیاسی دارد. خیلی مسائل دست در کار بوده است، خیلی از فرقه ها، خیلی از گروه هایی که تشکیل شدن در دامن اسلام به اینها شعارشون این بود که اون چه مهم است باطن است و درون است. زک قلبک، دلت رو پاک کن، اگر دلت صاف باشد کار تمام است، چندان حاجتی نداری به مسائل دیگر. یه زمانی به دوستان عرض می کردم دوره دوره بسیار حساسی است برای اسلام، عصر طلایی وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق. عصر عجیبی است، دورانی است که دیگه بالاخره تمام دستاوردهای بنی امیه خودش نشان داده است. حال بنی العباس اومدن چیزهایی به اون میافزایند. یه فرقه های عجیبی از دل اسلام بیرون آمد، یه گروه های سیاسی، یه گروه های اجتماعی. یکی از گروه های بسیار خطرناک که از صادق علیه السلام تأکید فراوانی میگردند به یارانشون، حتی گاه جلساتی رو تشکیل میدادن، به تعبیر ما همایش هایی رو درست میکردن امام، و به یاران خاصشون توصیه میکردن ایاکم بالاحداث، به شما باد مخصوصا به جوانهاتون، به نوجوانانتون، مراقب اینها باشید. قبل ان یسبقکم الیهم مرجعه، قبل از اینکه گروه مرجعه سراغ اینها بیایند، هوای جوانان خودتون رو داشته باشید، هوای نوجوانان خودتون رو داشته باشید، مبادا اینها طعمه ای باشند برای گروه مرجعه. مرجعه چه گروهی بودند؟ همینها بودند. مرجعه جماعتی بودند که تز فکری اینها این بود که ما چندان نیاز به عمل نداریم، ایمان یه حقیقت قلبی است، اگر کسی در درون بارور از ایمان باشد، اگر کسی اونچنان باشد که نشترش بزنن از درون او ایمان بیرون بیاید، ولو در عالم خارج تظاهر به ایمان نکند، ولو در عالم خارج عملی که مثبت ایمان او باشد نداشته باشد، باز مؤمن است و ایمان اون مورد قبول است. کجا این حرف است؟ اینها شعارشون این بود که بالاخره زک قلبک، دلت رو پاک کن، اگر دل صاف باشد و دل پاک باشد کار تمام است. آیه آیه قرآن، گوشه گوشه وحی ناب به الهی، هر کجا نام ایمان رو دیدید اشاره کردیم الذین آمنوا و عملوا الصالحات است. کسانی است که ایمان میآورند، عمل صالح میکنند. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، این تأکید قرآن به عمل این است. ایمان در صورتی ارزش واقعی و حقیقی پیدا می کند که نمایش خارجی داشته باشد، که در مسیر زندگی اثر کاربردی ایمان رو ما ببینیم. هنگامی که ایمان کاربرد در زندگی عملی مسلمان نداشته باشد، این ایمان درون شما دریا دریا عرفان باشد، عارفترین عارفان باشد آدمی، اما در عالم خارج نه اثر توحید اون دیده شود، نه اثر توکل اون دیده شود، نه صفای اون، نه صمیمیت اون، نه صداقت اون، چه میتوان بر این ایمان درونی بار باشد؟ هنگامی که ایمان صرفاً درون سینه است، این یه پایگاهی بیشتر نیست. آنچه مهم است آثار و میوه های این درخت ایمان است، سایه با برکت اون که میتوان در سایه اون نشست. لذا عزیزان تأکید قرآن بر این معنا بسیار و اصالت عمل به عنوان یه اصل بسیار مهم، البته با همون قید عملی رو خداوند سبحان در قرآن مطرح میکند که اون ضابطه ها، اون استاندارد ها، اون کیفیت الهی را داشته باشد، که نام اون عمل در قرآن کریم عمل صالح است، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. در اینجا همین بزرگان این مژده رو دارند، جزاء به ما کانوا یعملون. این جزایی است که خداوند سبحان به شما به مقتضای اعمالتون میدهد. اگر عمل باشد جزای الهی در انتظار است. این یک. دوم، اون بعد قضیه رو هم توجه بفرمایید. در این حال خداوند به اینها این توصیه رو میکند، شما زیر بار منت کسی نیستید ولو خالقتون. خداوند در همین عالم، هم در این جهانی که تفضل و عنایت او فراگیر است، اما باز به اهل ایمان تذکر میده شما نان عملتون میخورید، شما زیر بار منت کسی نیستید، شما دارید اون زحمات و رنجهایی رو که بر خود هموار کردید امروز
تاوان اون رو میبینید، پاداش اون رو میبینید و چنین موقعیت عالی برای شما مهیا شده است. جزاءً بما کانوا یعملون. اما کمه، هنوز باید در اینجا سخن رو فراتر برد، هنوز باید از جلوه ها و زیبایی های بیشتر این جماعت مطرح شود. استهزار دارید، لذت هایی که ما آدمیان داریم در دنیا متفاوت عزیزان. گاهی لذت، حضوز و حظه های ما حظ بصر است، دیدنی هاست. این که میبینید خداوند این جمال رو برای این بانوان مطرح میکند، اساسا میدانید در وجود ما انسان ها خداوند زینت کرایی رو قرار داده است. انا جعلنا ما علی الارض زینه. اصلا خداوند میتوانست این آب رو به ما برساند، به یه شکل خاصی بسته‌بندی میشد، یه گونه آب تو خلقت پیدا میشد، ما نه نیاگارا میدیدیم، نه آبشارهای اونچنان زیبای دنیا رو میدیدیم، نه آبی دریاها و اقیانوسها رو به نظاره مینشستیم، نه چشمه های جوشان و زیبای بسیار خوشمنظره رو میشد جور دیگه خداوند آب رو تو وجود مهیا کند، به خورد ما بدهد، کار هم تمام باشد. اما هر آنچه ذات اله در وجود قرار داده است در نهایت زیبایی است، در نهایت شکوه است، جلوه داده است خداوند و ما آدمیان رو زیبایی گرا قرار داده است. ما وجودمون به گونه ایست که زینت رو دوست می‌داریم، زیبایی و جمال رو می‌پسندیم. این هم از خصوصیات زیبا فطرت ما آدمیان است. یه حیوان دیگه براش مهم نیست این گوشت خاکالود است یا نه، یه حیوان براش مهم نیست که این کاسه چیست، این ظرف چیست، تو چه ظرفی برای این گربه این غذا رو ریختن، برای این حیوان این ماده غذایی رو نهادن، اون میخورد اون درف. اما عالی ترین غذا رو وقتی تو یه ظرف ناپاک نمیدانم شکسته اونچنانی پیش روی شما میگذارن، یه نگاهی میکنید، ممکن است از سر گرسنگی دست رو فرو برید غذا رو بردارید، اما رغبت اونچنانی ندارید، لذتی هم نمیبرید. اما ممکنه یه غذا ساده ای رو توی محیط زیبایی، توی سفره باصفایی برای شما بگذارند، از خوردن اون لقمه لقمه بر دهان میگذارید، لذت میبرید و یه نشاطی در روحتون ایجاد میشه. این زیبایی شناسی و زیبایی جرایی ما آدمیان است. از خصوصیات و جلوه هایی که ما انسان ها داریم بالاخره این حظ بصر و لذت های چشمی ماست، اما همه لذت هایی نیست. یکی از عمده ترین لذت هایی که ما در دنیا داریم و رنج هایی که در دنیا آدمیان دارن، رنجی است که ما از طریق گوش داریم عزیزان، از طریق گوش. آدمی فربه شود از راه گوش. عجیب گفته است ملای رومی، آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از آدمی، فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. حیوانات جور دیگری فربه می شوند، اما تأثیر شنیدن، تأثیر اون چه می شنویم در وجود ما آدمیان به حدی است که راه اصلی کمال و تکامل و فربه شدن وجود انسان رو پاره از صاحبان مکاتب گوش می دانن و سمع می دانن. واقعا اینطور است. لذت سمع و شنیدن، خوب شنیدن، بد شنیدن، گاه خدمت دوستان اشاره شده است به مجموعه سخنانی که ما میگیم کلام گفته میشه، کلمه و کلام. خود این واژه کلمه و کلام در لغت عرب از ماده کلم میآید. کلم یعنی ضربه زدن، یعنی مشت زدن، یعنی جراحت زدن، یعنی زخمی ایجاد کردن. اصلا خود این واژه چنین چیزی رو میرساند. کلوم به انسان مجروح میگویند، کالم به انسان خسته زمینگیر میگویند. یعنی اینکه اثر سخن و اثر کلام و شنیدنی ها در وجود آدمیان بسیار از آن چیزی که شما گمان میکنید فراتر است، بسیار فراتر است. آثار شنیدنی ها در وجود ما آدمیان فوق العاده است عزیزان. و گاه میبینید یه سخن آدمی رو تا حد جان دادن و مرگ تحت فشار قرار می. یک سخن، یک جمله، یک اتهام، یک ناسزا، یک کلمه زشت، یک برچسب آدمی رو تا پای مرگ میبرد، گاه به خود مرگ میرساند، گاه اقدامهای انسانها میکنند از بعض از چیزها که میشنوند. و عکس اون، گاهی یه جمله، یه سخن، یه مرده ای رو زنده می کند، یه انسان افسرده ای رو شادمان و زنده می کند. این تأثیر یه سخن و یه کلام است. یه کلام
یه جمله. این شنوایی عجیب عاملی است. اینی که ملاحظه میکنید در قرآن خداوند سبحان تکیه بر سمع میکند، لمن کان له قلب او القى السمع، اون کسانی به توفیق میرسند که اینها قلب بیداری دارند، روح شادابی دارند، جان زنده ای دارند و گوش شنوایی دارند. تأکید بر سمع میشه. حالا اینا رو مقدمه برای چی عرض کردم؟ برای این فرمود لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما. این بهشتیان، این مقربون، این گروه شماره یک هرگز در این فضایی که به سر میبرند نمیشنوند هیچ لغوی را، هیچ لغوی اونها دیگه وجود نداره. اگر در دنیا از رنجی که میبریم، اگر در دنیا کشیدند از اون چه شنیدند، دیگه اینجا دوران اون به سر آمده است. لا یسمعون فیها لغوا، حاجت به تذکر است و توضیح بیشتر. ببینید عزیزان، کلمه لغو را همیشه من کنار دو سه واژه مطرح کردم. گاهی شما میگید لعب، لعب یعنی یه کاری که بالاخره بد نیست، اما این هدف هدف کودکانه است. بازی های بچه ها رو میگن لعب. گاهی شما میگید لهو، لهو یه کارهایی است در قرآن که خود اینها ماهیتاً بد نیست، اما متاسفانه مشکلش اینه که آدمی رو مشغول میکند. اگر خدای سبحان در قرآن میگوید الهاکم التکاثر، تکاثر لهو میکنه یه عده‌ای رو، خود تکاثر ذاتاً منفی نیست. یعنی ما در اسلام توصیه نشده که فقیر باشید، قناع مالی نداشته باشید، رشد اقتصادی نداشته باشید. نه، اللهم بارک لنا فی الخبز لولا الخبز لما صمنا و ما صلینا و ما ادینا فرائض ربنا. چه دلیلی واضحتر و روشنتر از آن که وجود مقدس ختم رسولان محمد مصطفی؟ خدایا برکت در اقتصاد و نان ما بده. اگر نباشد اقتصاد با رونق ما، نماز ما، روزه ما، عبادات ما اون جلوه خود رو پیدا نمی کند. صریح کلام نبوی رو می بینیم. رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی در اسلام محدودیت و ممنوعیت و محکومیت ندارد. اما ریشه کار تو این بحثیه که عرض می کنم، الهاکم التکاثر. وقتی می خواد این توسعه اقتصادی توسعه فرهنگی را محو کند، وقتی میخواد قناع اجتماعی و رفاه اقتصادی ایمان و ارزش‌های ایمانی رو مخدوش کنه، اینجا مشکل ایجاد میکنه. اینجا جایی است که انسان تمام وجودش مشغول و معطوف به یه کاری میشود، بعد باقی میماند از بقیه مسائل. غیر از این است، یه انسانی که تمام هم مهمت خودش رو رشد اقتصادی قرار داده است، یه مرتبه نگاهی میکند تو آینه، سر و صورت رو سپید میبیند، بعد دوربر خودش نگاه میکند که این بچه ما کجاست، این آقازاده کجاست، این دختر خانم ما چی شد، اینا وضعیتشون به کجا رسید، همسر ما چه حال روزی دارد. تازه به خود میاد یه نگاهی میکند، سراغ آقازاده را از فلان جا میگیرد، دختر خانم را از فلان جا. الهاکم التکاثر، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. اونی که خداوند سبحان مطرح میکنه اینه که تجارت و بی بسیار پسندیده است. اینها اصلا خون در رگ جامعه. اقتصاد سالم است بر اساس گزارش قرآن. وقتی مال درست در جامعه به گردش میافتد، جامعه پایداری پیدا میکنه به صریح کلام الهی. اما وقتی که بناس پرداختن به این مسائل، آدمی رو باز دارد از پرداختن به خود، از پرداختن به محیط پیرامون و بقیه مسائل. این رو بدانیم عزیزان، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. هیچ انسانی دو دل نداره. ما نمیتونیم تمام وجودمون رو مصروف به یه چیز بکنیم بعد بقیه زندگیمون هم داشته باشیم. نه، باید تقسیم کرد، باید توزیع کرد توان را، وقت را، صرف انرژی رو. یه انسانی که تمام همتش رو ششدانگ میگذارد، تمام وجودش رو در مسیر اقتصاد و به دست آوردن، معلومه این میبازد خانواده رو، این باخته، این تو قمار زندگی به یه جایی که برسد آخر خط اعلام میکند ای کاش مسیر زندگی رو جور دیگری میرفتم، ای کاش تقسیم میکردم فرصتهای خودم رو. و همینطور در مسائل دیگر، یه کسی که تمام وجودش ششتان میگذارد تو خط ورزش،
خب بعد این میمونه از خیلی از مسائل زندگی واقعا. این نمیتونه همسر شایسته ای داشته باشه. این نمیتونه یه فرزند شایسته ای به جامعه تحویل بده و یادگار نیکی از خودش باقی بگذارد. در همه مسائل این چنین است. لهو اینه دوستان من. لهو یه مسائلی است. خوبند اینا ماهیتا بد نیستن. اما به گونه ای رفتار میشود که اینها ملهی میشن. یعنی چی؟ یعنی ما رو باز میدارن. این دو. اما اونی که بحث اینجاست لغوه. ببینید کلمه لغو در لغت عرب لاقی و لغو یعنی ما لا طائل تحته، چیزی که منفعتی در اون وجود ندارد. اگر معادل پارسی برای کلمه لغو بخوایم دقیقا میتونیم لغو رو در پارسی ترجمه کنیم به یاوه، به بیهوده. کلمه بیهوده دقیقا میشه ترجمه کلمه لغو. منتها لغو دو جوره، گاه یه لغوهای عملی است، یعنی یه رفتار لغو است، گاه یه گفتار لغو است. گفتار لغو رو میگن یاوه، نمیگن یاوه گویی. آقا چه یاوه سرایی میکند فلانی، چه یاوه گویی میکند فلانی. لغو یعنی یاوه. سخنی که این هیچ فائده ای در آن وجود ندارد، هیچ خیری در آن دیده نمی شود. و اذا مروا باللغو مروا کراما. دوستان من، قرآن میگوید حال روز اهل ایمان این چنین است که اینها وقتی به لغو میرسند از کنار لغو میگذرند. این خیلی مهم است، خیلی قابل توجه است عزیزان. الان میبینید در مباحث مدیریتی بحثی دارن تحت عنوان مدیریت زمان، تایم منیجمنت رو مطرح میکنن. اولین فاکتورهایی که در این بحث مطرح اینه که ما فرصت برای رسیدن به همه مسائل را نداریم. ما فرصت برای رسیدن به همه کارها را نداریم. طبیعی است دو صد من استخوان باید که صد من بار بردارد. ما چقدر وقت داریم؟ ما چقدر عمر داریم؟ مگر 24 ساعت چه استعدادی دارد؟ ما چقدر میتوانیم از این اوقات و وقتهای خودمون استفاده کنیم؟ پس چه بکنیم؟ پس بیایید گزینش کنیم عزیزان، بگیم الاهم و فالاهم. یه اموریست در دنیا که واقعا اینها وقتی به دقت نگاه کنید، خیلی از سخنان، خیلی از گفتگوها، خیلی از گفتنها و شنیدنها و خیلی از رفتارها وقتی به دقت می نگرید و ملاحظه می کنید، اینها چه مدخلیتی به ما دارد، اینها چه نفعی به ما دارد. آقا ما شنیدیم، نمیدونم، بگویید به عنوان مثال، نمیدونم در فلان کشور اون سوی عالم شنیدم که یه درختی شاخش خوش شده است، نمیدونم یه آقای چرخ ماشینش پنچر شده است در چین تایپه. خوب من چه ربطی دارد؟ اما مطالعات رو تعقیب کنم، اینو پیگیری کنم، اخبار این رو، این چه خیلی برای من میرساند. در عالم اونقدر مسائل وجود دارد، اونقدر حوادث وجود دارد، اما آیا ما توان تحمل همه اینها رو داریم؟ آیا اینها برای ما اولویت داره؟ آیا تو زندگی ما باید همه اینها رو بپردازیم؟ ابدا این چنین نیست. ما باید اولویت سنجین کنیم چه چیزی به کار ما میاد. این بحثی که تو مدیریت زمان مطرح میکنن، ما با یک کلمه در شریعت میگیم من حکمت آل داوود ان یکون مقبلن علی شأنه عارفا به اهل زمانه. از حکمتهای انبیاء الهین بوده که اینها در اموری که مربوط به اونها میشده وقتشون رو صرف میکردن، نه در اموری که مربوط به اینها نبوده. اینها در اموری وقت صرف میکردن و وقت میگذاشتن که نافع برای اونها باشد. عزیز من، یه چیزی رو بشنویم که یا نفع دنیوی داشته باشد یا نفع اخروی داشته باشد. یه چیزی که نفع نمیتواند برای ما بکند، حالا حساب کنید. این لغوه. ما چقدر تو زندگیمون لغو داریم؟ چقدر صحبتایی که از صبح تا شب بنده میشنوم لغوه؟ چه مطالبی رو که ما متاسفانه این گوش رو ارزان و رایگان میدهیم در اختیار دیگران و فکر نمی کنیم چقدر این بایت های ذهن ما چقدر پر میشه، چقدر این فایل ها پر میشه. بعد دیگه باید اینا یه مرتبه میبینید هنگ میکنه دیگه، یه مرتبه میگیره دیگه، اصلا کار نمیکنه دیگه. چقدر باید مراقب بود عزیزان و نباید پر کرد اینا رو به هر چیز، به هر یاوهی، به هر بیهودهی، به هر باطلی. یه چیزی رو بگیریم که این نفعی کند، یا دردی از دردهای دنیای ما بردارد، یا یه افقی و دریچه‌ای رو به آخرت ما بگشاید. این میشه غیر لغو. حالا فرمود این بزرگواران آنچنانند که لا یسمعون فیها لغوًا. اینا لغو نمیشنوند در بهشت. ببینید، این اون نکاتی است که عرض کردم. اگر کسی بخواهد
در آن عالم لغو نشنود چه بود بکند؟ چه کسانی هستند که کارشون به اونجا میکشد که اینا دیگه لغو نمیشنوند؟ اون کسانی که در طول عمرشون لغو نمیگویند. تا انسان لغو بگه لغو خواهد شنید. اصلا تکرار میکنم، دیشب هم عرض کردم، بهشت انعکاس تمام اعمال امروز ماست. من این که امروز به لغو میگذرانم عمر را، آینده ای که در انتظار من است لغو است. من باید باز هم لغو بشنوم، من باید باز هم با لغو زندگی کنم. اون انسانی که لا یسمعون فیها لغوا، اینا کسانی هستند که در دنیا اهل لغو نبودن عزیزان. اینا نگذراندن عمر رو به بطالت، اینا تقسیم کردن وقتشون رو، اینا برنامه برای روزشون داشتن، باری به هر جهت که زندگی نمی شود. اینا تقسیم کردن وقتشون رو، زمانشون رو، عمرشون رو. یه وقتی به دوستان این حدیث رو عرض میکردم، بعد اخلاقی رو مایل مفسوده بشه بس، فعلا میگذشتم رد میشدم از این قسمت. اینه که در زبان بسیار زیبای اون حجت الهی حضرت موسی بن جعفر آمد که فرمود ینبغی للمؤمن، بابا مؤمن باید برنامه ریزی کنه، نباید لغو باشه کاراش. چهار برنامه رو سرفصل کار خودش قرار بده. یه ساعت رو بگذارد، ساعتی برای اون که یخ، ساعتی بگذارد که یرم فیها و امر معاشه، به اقتصادش برسه، کل بر دیگران نباشد، رسیدن به امور اقتصادی، بار خود رو برداشتن. واقعا فرصت‌های اقتصادی در جامعه ما کم نیست عزیزان. یه قدری باید کمرها رو ببندن نسل جوان ما، باید یه قدری همت‌ها رو بلند کنن. بله، برنامه ریزی غیر اون کسی که از دیگران برمی آید، دیگران، اون کسانی که سیاستگزاران کار و متولیان سهم خودشون، اما واقعا توان و فرصت ما هستیم که خیلی از فرصت‌ها رو می سازیم. بخونید بعضی از این چیزهایی که نوشتن این مدیران موفق دنیا. یه وقتی به دوستان عرض می‌کردم این آقای سواشی رو، اوندا بچه حومه شهر توکیو، صبحگاهان که برمی‌خواستم با صدای تپ تپ موتور شالیزار از خواب بلند می‌شدم. در زندگیش می‌نویسه و این صدای تپ تپ موتور آنچنان در من بچه شالیزاری کارگر افتاد که خواستم تا همیشه این صدای تپ تپ موتور من تو ذهن بشریت باشه. هست یا نیست؟ شرق و غرب عالم این صدا رو میشنون الان یا نه؟ آیا تمام افسران رشید نمیدانم اداره راهنمایی کجا همه بر پی این موتورها مینشینن یا نه؟ آیا گرفته دنیا رو یا نگرفته؟ یه بچه حومه شهر توکیو، سواشیرو هوندا، فهمیده چه باید بکند؟ خیلی مهمه عزیزان، ما فرصت‌ها بسیار داریم. یرم فیها امر معاشه، اون تلاش رو رو کردن، از استعدادها و توانایی‌ها استفاده کردن. ساعت دوم، ساعتی که نیاز دارد با اون یناجی فیها معربه، با خدای خود مناجات کند. همیشه به دوستان اشاره کردم عزیزان، بی بهره نباشید از این فیض. گاهی سرتون بگذارید به زمین، قناعت نکنید که من واجبم خوندم، من که اهل نمازم، من که نمازم قضا نشده، من که اول وقتم خوندم. نه نه نه، کجا کفاف کند باده ها به مستی ما. سر رو بگذارید رو زمین، با خدا صحبت کنید، خودمانی، فارسی، روستایی، لوری، با خدا صحبت کنید. خدایا دوست دارم، خدایا اینه، خدایا اونه، خدایا این توان منه، اون توان تویه، ها انا زا، من اینم، تو آنی. یوناجی فیها، بعد ببینید چه رشهاتی تو جانتون میاد، بعد ببینید چه سرخوشی هایی وجودتون رو میگیرد، چه کام هایی میاد در جانتون. تجربه کنید اینا رو. وجود مقدس امام فرمود وقت دوم تو 24 ساعت بگذارید برای اینکه با خدا باشید مدتی رو. ساعت سوم ساعتی رو اختصاص بدید که چیزی بهتون افسوده بشه. برنامه ریزی برای اینکه این چیزی یک کلمه ولو از دیروز بیشتر بدانیم. ساعتی که مجالست و مدارست با اهل دانش و علم کنید، این سوم. چهارم فرمود ساعتی رو بگذارید برای خانواده، یخلو فیها مع زوجته، با همسر و فرزند باشید، در لذتهای حلال الهی بگذرانید، که با این چهارمی توان عمل اون ستای قبلی رو هم بهتر پیدا می کنید. این کلام موسی بن جعفر و بها تقتدرون علی ذلک،
و با این چهارمیه که اون ستای قبلی رو هم بهتر انجام میده. یعنی برنامه‌ریزی، یعنی لغو نگفتن، لغو نشنیدن، لغو عمل نکردن. اینا راه زندگی است، اینا کلیدهای زندگی است، کلیدهای طلایی خوشبختی است که در کلمات معصومین علیهم السلام مطرح میشه. و این فرداها همین امروز است. لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما. اینها در اون عالم لغو نمیشنوند و تعصیم هم نمیشنوند. کلمه تعصیم از ماده اسم میاد. اسم رو میدانید به معنای گناه است. به گناه و عصیان در قرآن کریم از اسامی که داده شده است اسم است. اسم یعنی سقوط، چون گناه عامل سقوط انسان است. گناه عاملی است که انسان رو به زیر میکشد، شکوه انسان رو میشکنه در قبال خدا، جلوه انسان رو بی جلوه میکند، تاج کرامت رو از سر بر میدارد، از اعلی علیین به اسفل السافلین میبرد. گناه سقوط میاره، لذا اسم گفته میشه. اما تعصیم یعنی نسبت دادن به گناه. حالا ما یا دیگری رو به گناه نسبت میدیم، میگیم ای دروغگو، ای فلان کار، یا جوری عمل میکنیم که خودمون به گناه نسبت داده میشویم. اینو توجه دارید؟ دو مقوله. خب این بحث هست. ما عزیزان در اسلام نباید کسی رو متهم به گناهی بکنیم. اگر یک کسی زشتی انجام داد و یک کار نامربوطی و ناشایستی رو مرتکب شد، در شرع مقدس اسلام حواله این کس به قانون است. اگر یک کسی زشتی در جامعه انجام میده، اگر یک کسی جنایتی رو انجام داد، یه کار زشت اخلاقی انجام داد، اونی که هست قانونه. یعنی باید قانون مجازات این رو، شیوه برخورد با این رو تعیین کند. دیگه مسلمان ها نمیتونن کف بزنن، هورا بکشن، مغلطه کنن، داد بزنن سرش، آی فلان کار، آی فلان کار. نه، این شیوه برخورد مسلمانی نیست. اگر من مسلمان هنر دارم کاری بکنم که این جرم پیش نیاد، اما بعد از اینکه پیش اومد نمیتونم سر کوی برزن کنم، انگشت نما کنم، صدا بزنم، گوجه فرنگی پرت کنم. نه، اینا نیست در قاموس مسلمانی. قانون است، دستی که حاکم میبرد خون ندارد، محتسب است. دیگه راه اینه، باید قانون جوابش رو بده. من چه کارم؟ به این در اسلام تعصیم یه معناش اینه، تعییر، سرزنش. و بدانید همان گونه که در جای خود ثابت است، علت نهی شرعی هم همینه، دع عنک لومی فان اللوم اقراء. اگر کسی کار زشتی کرد، به رخش کشیدید و سرزنشش کردید، بدونید برای دوم آمادش کردید، میره دو مرتبه انجام میده. همیشه ملامت و سرزنش چه میکند؟ یه عصبیتی ایجاد میکنه، یه لجاجتی ایجاد میکند. لذا در شرع مقدس اسلام اجازه داده نمیشود. میگن شما دیگران رو به گناه متهم نکنید، هی نگید بهشون این علاوین رو، بگذارید معرفی کنید به قانون، قانون خود میداند دیگه. شما وظیفتون در دیگه هی سرزنش نکنید، هی تکرار نکنید، تعصیم نکنید. این تعصیمه، این تعییره. این یک گاهی انسان نه خودش جوری عمل میکند که خودش به عنوان گناه شهره میشه. در اینجا مفسرین هر دو رو میگن، لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما. گاهی بعضی هم هستن، متاسفانه این رو هم بگم که بحث تمام باشه و کامل باشه، بگذارم برای فردا شب. از خصوصیاتی که در باب زشتی ها و پلیدی ها خیلی تأکید شده در اسلام، عدم انتشار و افتخار به آن است. این که انسان یک کار زشتی انجام بده، بعد بنشینه اونجا اون فلان بگه نبودی دیشب، چنین و چنان شد. اثر این در پاری از روایات داریم، از اصل خود گناه آگاه کمتر نیست. الانتشار، الافتخار، افتخار به گناه، انتشار گناه، پخش کردن گناه. میگن نه، اگر یه خطایی هم از انسان سرزد، همونطور که خدا ستار از خود انسان هم ستار باشد، خود ما هم بپوشنیم، رو نکنیم. این میشه تعصیم، این که انسان بنشینه و زشتی خودش رو به شهرت برای دیگران مطرح کند. لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما. بهشت عالمی است که در آن لغو شنیده نمیشه، تعصیم نیست، کسی رو سرزنش نمیکنن، کسی افتخار به گناه نمیکنه، کسی خودش رو به زشتی نسبت نمیدهد.
جلوه بهشت اگر بخواهد در زندگی ما پیاده شود، باید این سرلوحه و سرمشق مسلمانی و زندگی ما باشد. لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما، چی میشنوند اینها الا قیلا سلاما سلاما. اون چه اینها دارن سلام است. حالا سلام چیست؟ یه جمله از سلام انشاءالله خواهیم گفت فردا شب. و اصحاب المیمنته، ما اصحاب المیمنه و گروه بعدی رو انشاءالله توضیح خواهم داد. شب پنجم ماه محرم الحرام دیگه از امشب حال و هوای مجالس حضرت ابی عبدالله الحسین عزیزان حال و هوای دیگری پیدا میکنه. از امشب سنت قدیمی ها و اهل مصیبت و اهل ذکر بر این بود که دیگه از حلقه اصحاب خارج می شدن و هر شب نام یکی از اهل بیت رو به صحنه می آوردن و مطرح می کردن. و اولین کسی که علل قاعده نام اون رو قدما مطرح می کردن در شب پنجم، شخصیتی است که واقعا خیلی بزرگه و سالی دوبار اسمش برده می شه. یکی صبح عرفه، روز عرفه اسم این بزرگ مرد رو میشنوید، یکی هم همین شب پنجم نوعاً قدیمی ها اسمش میبرد. مردی که میتوان گفت از مصادیق بارز اونهاییست که لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، لغو در وجودش نبوده است، تمام وجودش مطیع خدای خیش. کارش به اونجا برسد، بگم کوتاه و استفاده کنیم از مصیبت، دیگه داریم نزدیک میشیم عزیزان کم کم به اصل مصیبت و عمق فاجعه. قد ارسلت الیکم، خدا میداند من هرگاه این جمله اصلا میاد تو ذهنم، قلم رو بر کاغذ ببرد حسین فاطمه بنویسد اهل کوفه، قد ارسلت الیکم اخی و امی مسلم ابن عقیل. آی مردم کوفه، من فرستادم به سوی شما نماینده خودم. اول نفرمود کی اسمش رو چه کاره، قد ارسلت الیکم اخی برادرم رو فرستادم به سوی شما، بعد فرمود پسر عموم را، بعد فرمود مسلم ابن عقیل را. بس است مسلم برای تو که حسین فاطمه تو را هم دوش خیش برادر بگوید، برادر بگوید. تو لیاقت این رو داشتی که حسین تو رو برادر بنامد برای خیش. خب یه شخصیت بزرگ این چنینی و آمده است که مقدمات کار. و این دم عرض کنم وقتی که روز عاشورا کسان و نزدیکان مسلم اومدن اجازه جنگ و قتال بگیرن از هسته سید شهدا، حضرت فهمدن حسبکم من القتل به مسلم. عجیب این جمله در تاریخ کربلا، حسبکم من القتل. شما یه کشته دادید که دیگه اگر شما هم الان برید بیرون کشته نشید بستونه. حسبکم من القتل، اونقدر کشته شدن به شهادت مسلم برای ابی عبدالله سنگین بود که چنین میگوید حسبکم من القتل به مسلم. به هر تقدیر یه جمله من عرض کنم، کار به اونجا کشید، نماز مغرب رو خواند. حالا علالقاعده گفتن 40-50 نفر پشت سر بودن. نماز مغرب تمام شد، نگاه کرد بین از سلاتین 20 نفر موندن، 15 نفر موندن. نماز عشاء رو تمام کرد، دید 10 نفر موندن پشت سرش تو مسجد کوفه. تعقیباتش رو گفت، بلند شد دید هیچ کی تو مسجد پشت سرش نیست، دید تنهای تنها، بی کس، تنها ترین سردار، تنها یک نفره. از مسجد پا رو بیرون گذاشت، مسلمین، یک مسلم اندر کوفه جا دارد ندارد؟ مثل این که جا ندارد مسلم در کوفه. کار به اونجا کشید که این سردار تنهای مظلوم ابی عبدالله رو با هر ترفند و نیرنگی که بود دستگیر کردن، نشاندن مسلم رو بر اسب به سوی دارالعماره ببرند، تا که نشوندن با دستهای بسته صورت خونین لب دریده بر روی اسب، دیدن اشکهای مسلم شروع کرد به ریختن. یکی از اینهایی که اطرافش بود گفت کسی که به این کارهای بزرگ میاد باید شهامت و دل این روزها رو هم داشته باشه، مانند بیوه زنان اشک میریزی. این نگاهی کرد گفت نه، من اشکم بر این نیست، اشک من بر مظلومیت اون سالار بزرگی است که به وفای شما تکیه کرده است و ای بی وفایان به سوی شما میاد. یعنی مسلم داره بر ماتم حسین اشک میریزد. این یه جا
جای دوم وقتی که وارد شد بر دارالاماره قرار دادن، همه نشستن. عبیدالله زیاد اومد پاشو گذاشت و همه بلند شدن. مسلم تکان نخورد. یک کسی رو کرد گفت آی مسلم، امیر المؤمنین امیر وارد شده است، امیر کوفه وارد شده است. بر نمیخیزی، سر رو بلند کرد، یه نگاهی کرد گفت من یه امیر بیشتر نمیشناسم، امیری حسینون و نعم الامیر صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.